سلام، خوش اومدید به کوکتل. وحید هستم. امروز میخوایم یه آموزش تکست گرافی بریم، بگیم چجوری یه همچین چیزی درست کنیم. و اگه میخواید کامل این تکست گرافی هم ببینید، برید به پیج کوکتل. بریم واسه آموزش. با آهنگ جالبه بهرام میخوایم تکست گرافی بریم. یه سری عکس از بهرام داریم، یه بک‌گراند انتخاب کردیم، یه ویدیو که واسه افکت میتونید از داخل یوتیوب ویدیوهای این مدلی رو دانلود کنید که یه حالت پویایی داشته باشه موشن گرافیتون. موشن گرافی چرا؟ تکست گرافیتون. خب میایم داخل فتوشاپ، میخوایم عکس بهرام رو پی ان جی کنیم. میتونیم با ابزار پن دورش رو اینجوری بگیریم و اگه گرفتیم، حالا من الان نمیخوام این کار کنم، میک سلکشن رو میزنیم و میایم روی ابزار سلکشن. اینجا سلکت هم ماسک رو میزنیم و میزنیم سلکشن، یا مستقیم همونجا کنترل جی میزنیم ازش کپی میگیریم. ولی خب ما این کار نمی کنیم. اگه فتوشاپتون نسخه CC 19 یا 20 باشه، نمیدونم 18 هم داشت این قابلیت یا نه، اینجا سلکت آبجکت رو که بزنید خودش یه سلکشن بهتون میده. حالا ما سلکت هم ماسک رو میزنیم، یه ذره فقط لازم این رو ترتمیزش کنیم. خب این اگه اوکی بود، اینو میذاریم روی نیو لیر با ماسک و این واسه ما خودش پی ان جیش میکنه. اینو سیو میکنیم، میذاریم روی پی ان جی سیو. خب بک‌گراندتون رو با سلیقه خودتون هر جور بخواید درست کنید. من اینو فقط یه ذره تارش کردم. خب وقتی اینو پی ان جی کردیم، بک‌گراندمون آماده شد، دیگه وارد افتر افکت میشیم. این پروژه تکست گرافی آهنگ علی سولانه. همینجور که میبینید یه عالمه لایه است، ولی خب اصلا گیج نشید، این همینجوری توی حین کار ایجاد میشه. الان خودم هم از دور نگاه میکنم میگم یا قمر اینا چیه دیگه، ولی خب وقتی توی کار دونه دونه اینا رو ایجاد میکنیم اصلا گیج کننده نمیشه. خب یه پروژه جدید با میکنیم، اسمش میذاریم جالبه. تایمش رو من یه دقیقه میذارم، شما میتونید تایم کامل آهنگتون رو تکست گرافی کنید. خب من یه دقیقه واسم کافیه. چیزایی که لازم داریم رو وارد افتر افکت میکنیم. بک‌گراندمون رو، بهرام رو و کم هم سایزشون رو اوکی میکنیم. تصمیم گرفتم عکس بهرام یه ذره تغییر بدم رنگشو. اینم سایزشو اوکی میکنیم، بذار کوچیکتر. خب من اینو میذارم روی این که روندش سریعتر شه. خب اینجا یه افکتی داشتیم، اینو میندازیم رو ویدیومون، بین بهرام و بک‌گراندمون میذاریمش، اینو بزرگش میکنیم. اینجا شما F4 رو که بزنی بلندینگ مود میاد، ما اینو بلندینگ مودش رو میزنیم روی کالر داچ. خب این افکتر رو ویدیو اون قرار میدیم، با کنترل D ازش کپی میگیریم تا کل تایملاینمون رو پر میکنیم. خب اینجا اول از همه راست کلیک میکنیم، یه دونه عینا وا میکنیم، اس رو میزنیم، اسکیل باشه، ویدیو رو روی تایم صفر قرار میدیم، یه دونه کی فریم اضافه میکنیم، میایم تا ته ویدیو تایم یه دقیقمون و اینو بزرگ میکنیم. حالا این الان چیکار میکنه؟ ما روی لایه بک‌گراندمون که بریم، خب ما اینو این لینکه رو با لایه نولمون لینکش میکنیم. این چی میشه؟ هنوز تو زبط ماشینم هایده میخون، یه چیزایی هست که فقط آینه میدونه. خب با
بهرام همین کار میکنیم، ولی از این لایه‌مون یه دونه کپی میگیریم اول. و اینو اسکیلشو اینجا با این دوتا میتونیم توی که بین کی فریممون جابجا شیم. اینو ذره کمترش میکنیم، میذاریم مثلا روی 119 و آقای بهرامو با این لینک میکنیم نول شماره 1. بهرام سایزش اوکی میکنیم. تست بگیریم ببینیم چی شد. هنوز تو ذات ماشینم هایده میخونم، یه چیزایی هست که فقط آینه میدونم. یه کار دیگه ای که انجام میدیم واسه اینکه تکست گرافیم خیلی پویاشه، یه آهنگمون راست کلیک میکنیم، میام رو این و این گزینه convert audio to keyframes رو میزنیم. اینو که میزنیم یه لایه کاملا جدید ایجاد میشه. حالا این چی کار میکنه؟ من خودم کانسپت اینو کامل بلد نیستم که خواهم توضیح بدم، ولی خب چنل left و right همونو کاملا دیلیت میکنیم. میام اینجا یه چی داریم به اسم slider، روی این علامت تایمر آلت رو نگه میداریم، کلیک میکنیم، یه همچین صفحه ای واسه هم با میشه. اینجا میایم اینو تایپ میکنیم، ایزو میزنیم، ولیو رو مینویسیم، اینتر میزنیم. اینجا این عدد رو تایپ میکنیم، یه دونه اول ویرگول میذاریم 20، اینو میذاریم 50، 0، 100. این عدد اول رو حالا باش کار داریم، یه تغییرش میدیم. حالا روی این اینتر میزنیم، میایم توی افکتامون تایپ کنیم کنتراست، اینو میایم میندازیم روی بک گراندمون تیک کی فریمش رو روشن میکنیم، تایمرش رو میزنیم. یعنی اینجا شما یو که بزنید هر کی فریم فعالی که باشه واسه تون نشون میده. یو میزنیم اینجا کی فریم رو اینجا واسه همون میاره نشون میده. از این استفاده میکنیم، میکشیمش، لینکش میکنیم به این اسلایدره. خب الان چه اتفاقی میفته؟ الان هنوز تو ذات ماشینم هایده میخونم، یه چیزایی هست که فقط آینه میدونم، قضیه فرق کرده یکم با قبل. کانسپت این که دقیقا چجوری انجام میشه نمیدونم، ولی خب این مراحل رو طی کنید این اتفاق میفته دیگه. ما یه دونه دیگه از اینا درست میکنیم، کپی میکنیم اینو، میایم دوباره توی همین اسلایدرمون دوباره تایپ میکنیم is value. حالا این سرینو میذاریم روی سی 50 0 و 100، اینتر. میایم روی آقای بهرام، میایم توی قسمت افکت، اینجا سرچ میکنیم ویو، این روی آقای بهرام میندازیم، میذاریم روی سکوئر. اینجا چیکار میکنیم؟ اینو تا حالا بیم مثل 10 کمش میکنیم، ایشون هم صفر میکنیم و البته صفرش نکنیم، یه زاویه به این میدیم. خب اینو گفتم صفر میکنیم، کی فریمشو میزنیم با یو، کی فریم فعالمونو میبینیم. اینجا هم روی اینم یو میزنیم که اسلایدر رو نشون بده، اینو به این لینک میکنیم. هنوز تو ذات ماشینم هایده میخونم، یه چیزایی هست که فقط آینه میدونم، قضیه فرق کرده یکم با. من یه کار دیگه هم که میکنم یه دونه ادجاستمنت وا میکنم، حالا بس که میکنم اسمش هم میذارم نویز، کلن با افکت نویز حال میکنم، یه نویز به کارم اضافه میکنم، سرش میکنم نویز، نویز رو میدازم روی نویز و آره دیگه کی فریمش رو میزنم یو پایین، یو دوباره این دوتا رو با هم لینک میکنم اسلایدر.
هنوز تو زبط ماشینم هایده میخون. این فقط این تیک یوز کالر نویزش رو پاک کنید، یعنی چی میگن؟ آن چک کنید. هنوز تو زبط ماشینم هایده میخون، یه چیزایی هست که فقط آینه میدونه قضیه باز. خب یه دونه نویز دیگه ایجاد میکنیم، یه لایه نویز دیگه ایجاد میکنیم، یه اجاستمنت دیگه. خب اینو نویز رو اضافه میکنیم، یه نویز ریزی به کارمون میدیم مثلا رو ده. خب بعد انجام این کارا دیگه میرسیم به مرحله خود تکست گرافی. اینجا ما کل کارمون اینه که دیگه بیایم آهنگ و تکست رو بهش اضافه کنیم و سینکش کنیم. الان میخوایم اینو بگیم از اینجا شروع شه. شما کنترل دیو که بزنید ازش کپی میگیره، کنترل شیفت دیو که بزنید یه حالت کات میکنه. ما این زیرش رو پاک میکنیم که دیگه بیاییم از همون به شروع شه. خب ما ورس اول کپی میکنیم، تکست هر آهنگی هم که میخواید دیگه داخل گوگل به راحتی میتونید پیداش کنید. ما اینو کپی میکنیم، فونت هم که سلیقه‌ای هرچی بخواید انتخاب میکنیم. من فونت سایه استفاده میکنم. اینو سینکش میکنیم، مثلا دقیقا اینجا استارت کنیم. هنوز تو زبط ماشینم هایده میخون. خب اینجا روی لایه تکستمون افکت ویب رو میندازیم. با همون تنظیمات قبلی اینو میزنیم روی یک، چه بسا بیشتر دو. اینم میذاریم روی یک. یو میزنیم، کی فریم اینو روشن کردیم، یو میزنیم با این اسلایدر لینکش میکنیم. الان قسمت هایی که ضرب میکوبه اگه اینو بذاریم روی کیفیت فول دیدشه. همین دوتا رو به هم لینک کردیم، میبندیمش. هنوز تو زبط ماشینم هایده میخون. خب دیگه اینجا دیگه دست خودمونه که چه خلاقیتی بزنیم و چیکار کنیم. من مثلا اینجا این یک کپی میگیرم، قسمت هنوز رو بزرگ میکنم، منش بزرگ رو صفحه این شکل. این هنوز بیاد اول. این قسمت تو ضبط ماشینم هایده میخونه بعدش بیاد. هنوز میکنیم. هنوز تو زبط ماشین روی لایه هنوز یه دونه اس میزنیم، اسکیل باشه. یکی دو ثانیه میریم جلو، یه دونه کی فریم اضافه میکنیم، یه کوچیک کوچیکش میکنیم. هنوز رو مثلا در این حد هم یه ها بزرگ شه، یه ها زوم شه. هنوز تو یه کار دیگه که کار رو زیباتر میکنه، ما بین این محیط کاریم رو سویچ میکنیم، F4 میزنیم. اینجا یه گزینه داریم موشن بلور، اینو میزنیم تیکشو. هنوز تو زبط ماشینم هایده میخون.
و این روند رو ادامه میدیم، یعنی گوش میدیم. ماشینم هایده میخون، یه چیزایی هست که فقط آینه میدونه. استاپ میکنیم، کنترل شیفت دی، کات، قسمت بعدی آهنگو کپی پیس میکنیم و به سلیقه خودمون اضافه میکنیم. حالا این چون یه پروسه طولانیه دیگه، من اینو انجامش میدم، آخر ویدیو بهتون نشون میدم که چی شد. خب روند ساخت ویدیومون به پایان رسید و یه سری افکت دیگه هم بهش اضافه کردیم. حالا ورژن نهایی ویدیو رو با هم میبینیم و بعد راجع به این افکت ها بهتون میگم. خب دیدیم با هم کارو، یه سری افکت دیگه گفتم اضافه کردم، اونم مثل همون افکت برق برقیه که پشت بهرام انداختیم. بعد بلندینگ مودش رو بذارید روی کالر داج، یه حالت افکت این فیلم قدیمی هست تو یوتیوب هست، میتونید دانلود کنید. و یه نوری هم این پشت بهرام انداختیم، روشن میشه و هی خاموش میشه، اونم شما به این شکل یه دونه شیپ ایجاد میکنید. البته روی هیچ لایه نباید سلکت بشید، یه دونه شیپ ایجاد میکنید، میرونیم تو قسمت افکت ها، یه بلوری بهش اضافه میکنیم، اینو میذاریم مثلا روی 350 و بلندینگ مودش هم میذاریم روی لاینر داج. و حالا اینو هر جای کار میخوایم قرارش میدیم و تیو میزنیم دیگه. اینجا میتونیم با کی فریم ها تنظیم کنیم، مثلا اینجا خاموش بشه تو این ثانیه بیاد مثلا اوپاسیتیش بشه مثلا بشه 50 شو بشه 50، و اینجا مثلا اوپاسیتی بشه 100 و به این شکل دوباره اینجا بشه 0 دیگه. با همینا باید بازی کنید دیگه، این گذاشتم رو فول قطعا سیستم نمی کشه به این شکل دیگه. همچین چیزی میتونید اضافه کنید بسته به حالا خلاقیت خودتون، رو هر ایده ای داشتید به این شکل پیاده کنید. وقتی ویدیو تموم شد خواستید خروجی هم بگیرید، خود افتر افکت خیلی بده سیستم خروجیش و بعد نرم‌افزار ادوبی مدیا انکودر رو بگیرید از این طریق، اینجا ادش میکنید، ادوبی مدیا انکودر وا میشه. اینجا حالا یه دونه پریست آماده داره، اگه نبودم رو همین تنظیمات که اینجا میبینید قرارش میتونید برید و مسیرش و حالا پیش‌فرض اونجایی که پروژهتون سیو شده قرار داره خالی میتونید عوضش کنید. و من اینجا یه دور رندر کردم، حالا اینجا این گزینه سبز نیست ولی این استارت رو میزنید و اینجا روند رندرینگ انجام میشه و ویدیوتون رندر میشه. خب به پایان ویدیو رسیدیم، امیدوارم مفید بوده باشه. اگه سوالی دارید حتما توی کامنت ها بپرسید، لایک کنید، سابسکرایب کنید و همین دیگه، تا ویدیو بعد.